فرض کنید که ما یه برنامه ساده با نرم افزار میکرووین نوشتیم و میخوایم اونو به داخل PLC دانلود. خب یه گزینه این بالا داریم، این قسمت که شما میتونی از گزینه این گزینه میتونی برنامه رو به PLC دانلود کنی. گزینه کناریش هم مربوط به آپلود هست و برگرداندن برنامه از PLC به داخل کامپیوتر. خب من گزینه دانلود رو میزنم، شما میبینید که آلارم میده و میگه که من نمیتونم برنامه رو به PLC دانلود کنم. خب این مشکل میتونه به چند دلیل اتفاق بیفته. اولا که میتونه به دلیل این باشه که برق PLC مون وصل نیست، یا اینکه کابلمون وصل نیست، و یا اینکه درایور مربوط به کابل نصب نشده، و چهارمی هم این که شماره پورتی که ما میتونیم از طریق اون به CPU وصل بشیم رو درست انتخاب نکرد. خب شما برای اینکه بتونین بگردین و CPU مورد نظر رو پیدا بکنین، میتونین از این قسمت کامیونیکیشن وارد تنظیمات مربوط به کابل بشین. توی این قسمت شما بهتون میگه که برای اینکه میخواین ریفرش کنین و دوباره بگردین دنبال CPU مورد نظر که وصل شده به کامپیوترتون، کافیه که اینجا دابل کلیک کنین. شما وقتی که اینجا عمل دابل کلیک رو انجام میدین، شروع میکنه به گشتن و اگر CPU متصل به این کابلتون باشه میگرده و اونو پیدا میکنه. خب ما الان برق CPU مون وصله، درایورمون نصبه، کابلمون هم وصله، میاد میگرده، همونطور که میبینید هیچ CPU پیدا نمیکنه. خب دلیل این امر چیه؟ ما تمام موارد رو رعایت کردیم. اگه ما باز هم گزینه دانلود رو بزنیم، میبینید که عمل دانلود انجام نمیشه. حالا ما برای اینکه تنظیمات بیشتر رو روی این کابل انجام بدیم، بعد از اینکه گزینه کامیونیکیشن کارمون نتونستیم این کار رو انجام بدیم، به گزینه set PGPC اینترفیس مراجعه میکنیم که این قسمت قرار داره. اگر وارد این قسمت بشین، توی تنظیمات مربوط به کابلتون، شما اولا که این گزینه پایین به صورت پیش‌فرض فعال، اگر نبود اینو به صورت PPI اینو انتخاب میکنی و به قسمت پروپرتیز میرید. وقتی که اینجا مشخصات میاد، اینجا شماره کابلی که شما شماره پورتی که از طریق اون کابل رو وصل کردین به PLC اینجا میتونین ببینید. اگر شما درایور کابل رو نصب کرده باشین، اینجا علاوه بر کام 3 یه کام دیگه هم بهش اضافه میشه که بستگی به اینکه شما کابل رو به کدوم USB کامپیوترتون زدین، شماره این کام فرق میکنه که میتونه کام 5 6 8 و یا شماره دیگه باشه. پس ما باید حتما بیایم و این کام رو انتخاب بکنیم که یک کامی غیر از کام 3 هست. وقتی که اینو انتخاب کردیم، این صفحه رو هم اوکی میکنیم و مجددا به قسمت کامیونیکیشن مراجعه میکنیم. خب همونطور که قبلا هم گفتیم، اگر ما روی این گزینه دابل کلیک بکنیم، میتونیم بگردیم و ببینیم که آیا CPU به این سیستم وصل هست یا نه. شما میتونید مستقیما از همین صفحه، از این قسمت هم به صفحه مربوط به اینترفیس مراجعه. خب من الان اینجا میام دابل کلیک میکنم، شما دقت کنید که ببینید چه اتفاقی نسبت به قبل میفته. من عمل دابل کلیک رو که انجام میدم، شما میبینید که شروع میکنه به گشتن. این بار دیگه CPU که مورد نظرمون هست رو پیدا میکنه که یه CPU 220 با شماره 224 هست که به کامپیوتر من وصل هست و ما از این طریق میتونیم در واقع عمل دانلود برنامه رو به سخت افزارمون انجام. خب دیگه بس، ما نیازی نداریم که بیشتر از این بگرده، همین CPU رو انتخاب میکنه و گزینه اوکی رو میزنیم. الان شرایط کاملا برای اینکه ما برنامه رو به PLC دانلود بکنیم فراهم. ما کافیه که یک بار دیگه گزینه همونجوری که می‌بینید دانلود رو در این قسمت انتخاب.
وقتی که گزینه دانلود رو میزنید، چون دیگه شماره پورت همونی هست که ما میخوایم، ببین اینجا دیگه شرایط کاملا فراهمه، کافی شما گزینه دانلود رو بزنید. ازتون سوال میکنه که وقتی که شما میخواین دانلود رو بزنین، سی پی یو به حالت استوب میره، شما گزینه اوکی رو انتخاب میکنید و عمل دانلود رو همونجوری که در اینجا میبینید داره انجام میشه. بعد از اینکه عمل دانلود رو انجام دادین شما به این صورت، خب الان برنامه دانلود شده. اگر خواستین میتونین سی پی رو به حالت ران در بیارین به این صورت و برنامه داخل سی پی شروع کنه به اجرا شدن.